به نام خدا، سلام میکنم به شما توییت نمایی ها. من طه مجیدی ام. امروز 20 آبان سال 98 موضوع امروز برنامه‌مون روحانی که دیروز توی سخنرانیشون خیلی صحبت‌های تونی مطرح کردن، توییت‌های خیلی جالبی انتخاب کردن. میرم سراغ توییت‌ها. محمد صادق کوشکی یه توییت خیلی تون زده و نوشته چرا روحانی در 6 سال گذشته از وزارت اطلاعات نپرسیده که پول‌ها رو کی برده؟ اگر دادگاه حسین فریدون علنی برگزار شده بود دیگر این سوال طرح نمی‌شد. فرشته رفیعی نوشته آقای روحانی چرا فقط روی 2.7 میلیارد دلار بابک زنجانی تمرکز کردید؟ شما درباره اون 2 تا 18 میلیارد دلار، یعنی جمعاً 36 میلیارد دلار 18 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای پیش از انتخابات 96 و 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی که با تصمیم شخص جناب علی بر بادرف توضیح بدهید. احمد جانجان کوت کرده همون توییت فرشته رفیعی رو، بعد یه چیز دیگه گفته. روحانی درگز گفت پرونده 2.7 میلیارد دلاری را به مردم توضیح دهید. روحانی درگز اما نگفت چرا به رئیس کل بانک مرکزی دستور داده فقط گزارش ارز تخصیصی 6 ماهه اول 97 را منتشر کنند. خب اگر راست میگویید گزارش تخصیصی سال 96-97 را منتشر کنید. بیش از 30 میلیارد دلار. تغییر دژاکام نوشته یه بازی بود تو ابتدایی بازی میکردیم، یک چیزی رو که قایم کرده بودن هرچه بیشتر بهش نزدیک میشدیم صدای روی میز شدیدتر و هرچه دور میشدیم صدا آروم آرومتر میشد. همون جیغولادای امروز روحانی نشون میده قوه قضاییه هرچه بیشتر به مبدأ فساد نزدیک میشه. عالی. علی سیستانی نوشته آقای روحانی وقتی 3 کیلو لوبیا چیتی شده 45,000 تومان معادل یارانه هر ماه، از بهتر شدن اوضاع اقتصادی صحبت نکنید آقا، مردم لجشون در میاد. میلاد گودرزی نوشته معتقدم صحبت‌های امروز روحانی در کلان به نفع کشوره. موضوع مبارزه با فساد هر چی بیشتر کنون توجه باشه مثبته. حتی اگه روحانی نیت انتخاباتی داشته باشه محل دعوا مبارزه با فساد باشه بهتر از دیوارکشی و استادیوم و غیره است. غلبه گفتمانی عدالت‌خواهی امروز داره محل دعوای جدی رو هم تعیین می‌کنه. امیرحسین ثابتی نوشته رهبر انقلاب اردیبهشت 1380 با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی یقینا زمزمه ها و به تدریج فریاد ها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند. سید محمد حسینی نوشته مهمترین بخش کارنامه 8 ساله و مشعشع دولت روحانی 2 سال منتظر امضای برجام، 2 سال منتظر اجرای برجام، 2 سال منتظر احیای برجام و اگر به خودشان باشد 2 سال آخر هم تقلا برای مذاکره و پذیرش برجامی دیگر. کیوان سعادی توییت آخر نوشته آقای روحانی چه حقوقدانی هستید که از اصل 28 قانون اساسی خبر ندارید و میگویید وظیفه دولت ایجاد اشتغال نیست؟ چطور وعده 905,000 شغل در سال را داده بودید؟ هم توییت آخر. خیلی ممنون. تا برنامه بعد خدا نگهدار.